دوستان عزیز، سلام بر شما، وقتتون بخیر. در بحث قبلی ما به بحث ویندوز پرداختیم. دوستان عزیزی که ویدیوهای قبلی ما را ندیدن میتونن به کانال تلگرام ما برن و بحث ویندوز کاملا در اونجا بحث را در 7-8 فایل میتونن اون را تماشا کنن و با ما باشن. در بحث پروگرام مایکروسافت ورد تصمیم داریم که پروگرام مایکروسافت ورد 2016 را مورد بررسی قرار بدیم. اولین چیزی که خیلی از دوستان که تازه کامپیوتر میگیرن یا آشنا با کامپیوتر میشن یه هستی که میگن که ما میخواییم کتابی بنویسیم، مقاله بنویسیم، چگونه باید این پروگرام را اول پیدا کنیم؟ راههای مختلف جهت پیدا کردن این پروگرام وجود داره. اولین کاری که دوستان عزیز میتونید بکنید اوی هست که برین از مینوی استارت و بخش All Program. در اینجا بین پروگرام هایتان رو ببینید، پروگرام مایکروسافت ورد بله در اینجا وجود داره. شما میتونید پروگرام مایکروسافت ورد را باز کنید. این یک رایش. رای دومی که در همین جا هم بعضی جایا شما میبینید وقتی که مینوی استارت رو روش کلیک میکنید، بعضی از پروگرام های ضروری را که زیادتر مورد استفاده قرار میتین نیز یادداشت میشه. شما میتونید این را روی صفحه تان بکشین و ازش یک شورتکات بگیرین و بحث شورتکات نیز استفاده کنین. دومی کاری که میتونید بسیار ساده باز کنین پروگرام مایکروسافت ورد اون هست که برین به سوری پروگرام مایکروسافت ورد و کلیک راست بکنین و در اونجا پین تو تسک بار بکنین. وقتی پین تو تسک بار میکنین شما میبینین در اینجا بله به تسک بار ما زایر شد. سومین روشی که شما دوستان میتونین از اینجا باز کنین فقط از طریق شورتکات هسته، میتونین ویندوز، علامت ویندوز در کیبوردتان و R را بزنین. در اینجا ران می، در اینجا فقط بنویسین WinRAR. وقتی که وقتی WinRAR بنویسین، ببخشید WinWord اگر بنویسین، بعد پروگرام مایکروسافت ورد 2016 را براتان باز میکنه. اما قبل از که من وارد پروگرام شم یکی دو طریق دیگر هم میخوام برای دوستان یاد بتون، اونا هم مهم هست. مثلا در این صفحه خالی دسکتاپ میتونین کلیک راست بکنین و از روی گزینه نیو از اینجا میتونین شما پروگرام مایکروسافت ورد باز بکنین. این هم راههای مختلف بود که پروگرام مایکروسافت ورد را ما باز کنیم. پروگرام مایکروسافت ورد هست قرار که میبینین اولین چیزی که شما باز میکنین در اینجا همین چیزا رو میبینین. به طرف سمت چپ گزینه هایی هست که ما قبلا چیزایی رو نوشتیم، داکیومنت هایی رو نوشتیم، این داکیومنت هایی که اخیرا نوشتیم بر ما نشان میده. ببین در اینجا بعضی از چیزایی هست، مثلا قسمی که پیشتر ما پروگرام مایکروسافت ورد را پین کردم، پین تو دستبار کردم، از اینجا میتونید با همون داکیومنت هایی که خودتون ساختید و دم دستی هست همیشه باشکار میکنید را پین کنید. و به سمت چپ هم یک تعداد از تیم ها یا تمپلت هایی را میبینید که آماده هستن. این تمپلت ها میتونید تمپلت ها را ازش استفاده کنید به کارهای مختلف. این تمپلت ها البته اگر به اینترنت وصل باشین میتونید از کادر سرچ تمپلت تازه را شما سرچ کنید. بر صورت من بلک داکیومنت را انتخاب میکنم و به معرفه بخش داخل پروگرام مایکروسافت ورد میپردازیم. بله یک صفحه خالی باز شد. اما قبل از که به معرفی ظاهر این صفحه بپردازیم، ما میخوایم یک برای اون از دوستانی که میخوای حتی معلومات جزئی درباره مسائل کامپیوتری داشته باشه، میخوایم معلومات کوتاهی برشون ارائه کنم. اولین چیزی که من میخوایم خدمت دوستان ارائه کنم اوی هست که ویژگی های مهم برنامه ورد چی هست. ویژگی مهم برنامه ورد هست که جهت نوشتن کتاب ها، مجلات، اخبار و حتی اسناد. تمام چیزهایی که در محیط محولی ما میبینیم از پروگرام مایکروسافت ورد استفاده میشه و ویژگی خوب مایکروسافت ورد این است که اشتباهات سطحی در زبان انگلیسی و یا حتی به زبانهای دیگر اشتباهات سطحیش خودش تصحیح میکنه. طبق گرامر زبان، اولین نسخه پروگرام ورد در سال 1983 به اسم ورد 1.0 منتشر شده بود. البته بعد هم در سال 1997 توسط شرکت مایکروسافت چیزی به نام مایکروسافت آفیس منتشر شد. مایکروسافت آفیس حاوی مایکروسافت ورد، مایکروسافت پاورپوینت، مایکروسافت اکسل و مایکروسافت اکسس بود. این چیزی که نام گرفتم همش مربوط پکیج آفیس میشه، آفیس میشه یا اصطلاحا بهش میگن آفیس پکیج.
که اخیراً شرکت مایکروسافت مایکروسافت وورد و مایکروسافت پاورپوینت و حتی چیزهای دیگر هم نوتی برای گوشای امبرا یا سیستم عامل اندروید و ای او اس نیز گرفته. خب این هم معلومات کوتاهی بود که در مورد مسئله براتون ارائه کردم. حالا میخواییم که به تشریح ظاهری همین صفحه که در حال مشاهده هستین بپردازیم. بله، در قسمت بالایی صفحه چیزی رو که میبینین در اینجا این را به نام Quick Access Toolbar یاد میگه. در بخش Quick Access Toolbar اولین گزینه که در سمت چپ شما ببینید گزینه سیف هست. سیف به معنی ذخیره کردن. داکیومنتی که شما مد نظر دارین و قرار است در اینجا شما چیزی بنویسین و از بعدا مورد استفاده قرار بدین، با استفاده از این گزینه میتونین شما سیف کنین، یعنی ذخیره کنین. و همیشه یادتون باشه وسط کارتان Ctrl S که شورتکات همین سیف کردن است را فشار بدین، چون امکان داره برق بروه و یا شارژ کامپیوترتان خلاص شوه و چیز کارهایی کردین ذخیره نشده نمانه و بالاخره ذخیره شوه. این یک مسئله. گزینه که در اینجا میبینین گزینه آندو هست و گزینه ریدو هست. گزینه آندو و گزینه ریدو در چی جهات میتونیم از استفاده کنیم؟ ببین، وقت ما اینجا چیزی به طور مثال مینویسیم، اینا میخوایم مثلا دوباره پاکش کنیم. شما ببینید از گزینه اگر ریدو بیاریم، ببخشید آندو بیاریم، همین چیزی که نوشته بودیم برای ما تک تک دوباره پس میاره. اگر بخوایم که دوباره پس همین تک تک پس بره، ریدو میکنیم دوباره پس از میره یا دلت میشه. البته بخش Quick Access Toolbar مبحث طولانی داره، ما میتونیم این را کاملا شخصی سازی کنیم که مربوط به بحث‌های بعدی ما میشه، ولی امروز صرفا ما میخواییم این مسائل را براتون یک معرفی کنم. این را میگذاریم به بحث بعدی ما که حتما براتون تشریح خواهم کرد. بحث بعدی که در اینجا ما میبینیم تایتل بار هست. تایتل بار آلا یعنی چی؟ تایتل بار یعنی این چیزی که شما می نویسین به طور پیشفرض در اینجا نوشته شده Document One Word. اگر چیزی را که شما روش کار میکنین، کتاب، سند، اسم، نمیفهم مجله، هر چیز هست، اگر برای اون عنوان گذاشته بشه، عنوان در اینجا میاد. شما به طور مثال دقت کنم، من امین را میخوام ذخیره کنم، جهت ذخیره کردن یا همون گزینه را میزنین یا میین از اینجا سیف. خب سیف میکنم، میگم برای این باید اینجا سیف شوه و یک نامی در اینجا برش انتخاب میکنم. خب نام را برش من انتخاب میکنم، مثلا میگم Word. آره، شما در اونجا دقت کنین Document One به Word تبدیل شد، به این میگن Title Bar، یعنی عنوان اون چیزی که روش کار میکنین. این از این مسئله هست. مسئله بعدی که در این طرف میبینین مسئله Caption Buttons هست. Caption Buttons داره یک دکمه هایی داره. گزینه اولی که میبینین Close Button میگه. Close Button یعنی شما کاملا از صفحه Word خارج میشین. گزینه دومی که در اینجا میبینین Restore Down هست. Restore Down طوری است که صفحه شما رو خرد و بزرگتر میکنه. ببینید اندازه صفحه رو خرد کرد و پس اگر روی همون گزینه بزنیم اندازه صفحه رو بزرگتر میکنه. گزینه سومی که در اینجا میبینید Minimize هست. Minimize طوری است که اگر در دیگر پروگرام هم وجود داشته باشه شما اگر مینیمایز را بزنین اون چیز بسته نمیشه، ولی از روی صفحه محو میشه به تسک بار میه. چیزی که در ادامه این مسائل میبینین گزینه ای است به نام Ribbon Display Option هست. در Ribbon Display Option ما سه گزینه داریم که سه گزینه مهمه. اولین گزینه گزینه Auto Hide Ribbon هست. Auto Hide Ribbon یعنی همون ریبانی که در روی صفحه است. تا چند لحظه دیگه ریبان را هم براتون تشریح میکنم. امین را به طور خودکار و به طور اوتوماتیک از روی صفحه محو میکنه. اوتو هاید هست. انتخاب میکنیم، میبینیم که به طور خودکار همه چیز میره و اگر ما در قسمت بالا بریم این چیزا میتونه بعد ظاهر بشه. گزینه بعدی Show Tabs است. تنها تب ها را بر ما نشون میده. این چیزا که در اینجا میبینید اینا به نام تب یاد میکنه که هر تب حاوی چندین ریبن بوده میتونه. گزینه بعدی که در آخر میبینید Show Tabs and Comments است. هم بریتون تب ها را نشون میده، هم ریبن ها را نشون میده. بله، طور که مشاهده میکنید هم تب ها دوباره ظاهر شد و هم ریبن ها ظاهر شد. حالا از
بحث اونجا گذاشته، میایم بحث اینجا رو میبینیم. چیزی که در اینجا میبینین به هر یک از این چیزها بهش میگه تب، مثلا تب هوم، بعد دیگه میگه تب اینسرت، بعد هم میگه تب دیزاین، بعد هم میگه تب لی اوت. هر تب دارای یک ریبن میشه. ریبن همین چیزی که شما روی این صفحه میبینید، آیا محتوا است. حالا یک ریبن دارای چند دسته و گروه میباشه که دسته ها و گروه هایی بعدن به طور مفصل تشریح خواهد شد. این از این بحث بود. خب یکم از گزینه‌های بالایی بود که تشریح شد و چیزی که در روح صفحه اسلامی این میزیکارتون است که در اینجا شما چیزایی رو می‌نویسین. حالا این صفحه چگونه تنظیماتی داره، چون سایز صفحه بزرگ میشه کوچک میشه، این بحث مفصل است که بعداً میشه. ولی چیزی که در اینجا شما می‌بینید، اینجا را برام استاتس بار میگه. استاتس بار حاوی گزینه‌هایی هست. مثلا گزینه اول صفحه‌های شما رو نشون میده. دقت کنید اینجا فعلا ما یک صفحه باز داریم. اگر چندین صفحه باز داشته باشیم در اونجا این رقم صفحات تغییر میکنه. مثلا ما در حال حاضر دو صفحه باز داریم و در صفحه دوم قرار داریم. در اینجا براتون نشان میده که در صفحه دوم هستین و کل داکیومنتتان صفحه دوم هستین. و در بحث بعدی چند لغتی که شما در اینجا تایپ کردین را براتون نشان میده. دوستان عزیز، به طور مثال من میخوام در اینجا یک پاراگراف کوتاه را بنویسم. پاراگرافی که نوشته شده حاوی 239 کلمه می باشه که در اینجا به سادگی نشون میده. و بحث سیومی که در اینجا مطرح هست بحث لنگویج هست. لنگویج یعنی زبان، زبانی که به طور پیش‌فرض یا دفالت باشه از اینجا انتخاب میکن. البته بحث زبان از گزینه ویندوز که در ویدیو قبلی ما هم بود را نیز میتونید ببینید که در اینجا تشریح شده. در اینجا حالا پرشن یا پرژن که زبان فارسی هست و انگلیش یونایتد استیت که به حالت دفالت قرار دادیم. و بحثی که چگونه است مثلا در زبان انگلیسی چیز را ما بنویسیم و اشتباهش را ورد از به ما یادداشت بتره نیست. از اینجا مثلا اگر انگلیسی ایالات متحده را انتخاب کنین و بعد هم بگوین که این گزینه تیکش را بردارین، اگر چیز را و اگر ست از دفالت انتخاب کنین، اگر چیز را اشتباه بنویسین براتون یادآوری میکنه که بله آقا اینجا چیز را اشتباه نوشتین. به طور مثال ببینید من اینجا چیز را میخوام هیچ اشتباه بنویسم. اینجا برام یادآوری میکنه که بله آقا چیز را اشتباه در اینجا نوشتین. ببینید تا اینجا علامت سرخ میزنم و چیز را اشتباه. باز هم از گزینه قبلی اندو میکنم که به حالت اصلی خودش برگرده. گزینه که به این طرف میبینین این بحثی هست به نام Document View Buttons هست. در بحث Document View Buttons اولین چیزی که در اینجا میبینین Read Mode هست. Read Mode فقط آلت خانش این داکیمنت که ما در پروگرام مایکروسافت ورد کار میکنیم را بر ما میده. شما ببینید این از این وضعیت از صفحه کاری ما خارج میشیم، یک صفحه رو میده بر ما که راحت بتونیم این چیز را بخونیم. آلت دومش آلتی هست پرینت لاود است، یعنی در چیزی که ما میخوایم پرینت کنیم چگونه است، این صفحه که کار میکنیم همین صفحه عیناً در پرینت نیز همین گونه خواهد آمد. و حالت سیوم میشم که واضح است ویب لاوت است، یعنی اون چیز نوشته که ما در وبسایت میگذاریم یا در صفحه مجازی که داریم میخوایم بزنیم. معمولا وبسایت روی وب پیج های من از اینجا میبینیم. و گزینه ای که اخیرا در اینجا باید توجه کنیم که آخرش هست گزینه زوم این و زوم اوت است. اگر ما زوم این کنیم صفحه ما بزرگتر میشه، خاناتر، و اگر زوم اوت کنیم صفحه ما کوچکتر میشه و کوچکتر کوچکتر، بعد خیلی کوچکه میره که حد متعادلش فکر میکنم 100 خوب است. خب دوستان عزیز با ما بمانین، به ادامه این مباحث در ویدیوهای بعدی خواهیم پرداخت. موفق و مؤید باشید.